صحبت امروز از یک موضوع بسیار مهم است. صحبت امروز از گناهی است که از جمله گناهان کبیره است. گناه بسیار بزرگ، معصیت بسیار عظیم نزد الله سبحانه و تعالی. شاید مبالغه نباشد اگر بگویم که 99% مسلمانان در این گناه گرفتارند و شاید هم از 10,000 نفر یک نفر اگر نجات پیدا بکند، دیگران همه گرفتارند به این گناه. بلکه بشنو از این هم گذشته، این گناهی است که نماز نمیتواند برایش کفاره باشد، روزه نمیتواند برای این گناه کفاره باشد، صدقات نمیتواند برای این گناه کفاره باشد. این گناه کبیره نیکیهای شما را از بین میبرد. شب معراج پیامبر گروهی را دیدن که با ناخنهای فلزیشان صورتهایشان را و شکمشان را میخراشیدن. عرض کرد یا جبرئیل، اینها کیها هستند؟ فرمود یا رسول الله، اینها کسانی هستند که گوشت مردم را میخوردن و آبروی مردم را میبردن. یا رسول الله، غیبت، سخنچینی، تحقیر، توهین، گناهی که بسیاری از مردم هیچ ارزشی برای آن قائل نیست. پیامبر من صلی الله علیه و سلم فرمودن اتدرون ما الغیبه؟ صحابه ام، آیا شما میدانین غیبت چه چیزی را میگوین؟ فرمودن قالوا الله و رسوله اعلم. الله و رسولش بهتر میداند یا رسول الله. قال ذکرک اخاک بما یکره، اینکه برادرت را با صفاتی یاد بکنید که او خوشش نمیآید. در غیاب برادر مسلمانت چیزی در مورد او میگویید که پیش رویش اگر بگویید او خوشش نمیآید. این را میگویند غیبت. عرض کردن قیل ارائیت این کان فی اخی ما اقول، یا رسول الله، اگر آنچه که ما میگوییم راست باشد، آن صفت و آن خصلت در برادر مسلمان ما باشد، آیا باز هم غیبت گفته میشود؟ فرمودند این کان فیه ما تقول فقد اغتبته، اگر آنچه که تو میگویید در برادر مسلمانت باشد، پس این غیبت است، همین غیبت است، همه که تو راست میگویید همین غیبت است. و این لم یکن فیه فقط بهته، اگر آنچه که میگویید در برادر مسلمانت نباشد، بهتان بسته کردید بر بالای او، همین غیبت است. همه که تو راست میگویید همین غیبت است. در غیاب کسی میگویید فلانی بسیار زبان باز است، ماشاءالله مشایخ ما ایره میگوین، ملاها ایره میگوین، علما ایره میگوین، صوفیا ایره میگوین. صوفی بزرگوار، تقوا این نیست که بگوید سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. زبانت را حفاظت کن صوفی، حاجی صاحب، ملا صاحب، سبحان الله. در غیاب کسی میگوید فلانی بسیار زبان باز است، این غیبت است. فلانی گشنه آدم است، این غیبت است. فلانی قد کوتاه است، این غیبت است. فلانی قد بلند است، این غیبت است. فلانی بسیار انسان نافهم و جاهل و نادان است، این غیبت است. گناه کبیره است. این نماز جمعه را که الان خواندی ایره تباه کردید، ایره از دست دادید با همین یک کلمه که گفتید فلانی آدم نافهم است، فلانی نمیداند. همین نماز جمعه ای که آمده اید به یک امیدی و ایره خوانده اید، والله العظیم ایره از دست دادید و تباه کردید. هیچ چیزی دیگه برای تو باقی نمانده است. فلانی بخیل است. زنها وقتی که غیبت میکنن از همسایه هایشان، بعد میگوین گم کن که فلان خانواده بسیار مردم های بخیل هستن، این غیبت است. خانهشان مردار است، هیچ نظافت را مراعات نمی کنن. ای بچه هایشان بسیار چشم گشنه هستن، این غیبت است. حرام است، کبیره است نزد الله سبحانه و تعالی، گناهی بسیار بسیار بزرگ است. مادر من حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روزی در محضر رسول الله در مورد حضرت صفیه فقط یک اشاره کردن، گفتن حضرت صفیه قد کوتاس، یا رسول الله اینطور کردن. گفتی یا رسول الله، پیامبر فرمود مه یا عایشه، مه. عایشه چی میگویید؟ رها کن این سخن را، ترک کن این سخن را، نگو عایشه این سخن را نگو. فرمودن لقد قلت کلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته،
عایشه تو سخنی را گفتی، اگر با آب دریا یک جای شود آب دریا را مردار می کند. غیبت تنها با زبان نیست، گاهی با اشاره هم شما غیبت می کنین. گاهی اوقات کسی از یک غساله نقل قول می کرد، زنی که مرده ها را می شست از او خواسته بودند که این مرده را شستشو بدهد. زنی بود وفات کرده بود، قسم می خورد می گوید والله العظیم، این قصه واقعی است، می گوید والله العظیم وقتی که کمپل را از رویش دور کردم دیدم که این زن زبانش از دهنش بر آمده بود، بر بالای زنخدانش افتاده بود. فریاد زدم گفتم الله اکبر. جستجو کردم بعد از دفن و تدفین، از دخترش پرسان کردم، دختر گفت که عمه جان مادرم هیچ دو نفری را نمی دید مگر این که انها را به جنگ می انداخت. مادرم کنترل زبان خود را نداشت. الله قبل از روز قیامت در همین دنیا او را رسوا کرد. الله از این رسوایی نجات بدهد. مردی به سفیان ثوری رحمه الله گفت تا به حال من نشنیده ام که امام ابو حنیفه رحمه الله از کسی غیبت بکند. حضرت سفیان ثوری رحمه الله فرمودند امام ابو حنیفه هوشیارتر از آن است که نیکی های خود را به دیگران تقدیم بکند. تو به محض اینکه از دیگران غیبت میکنید تمام اعمالت را به دیگران تقدیم میکنید. امام بخاری رحمه الله میفرماین از وقتی که به بلوغ رسیدم و بالغ شدم یادم نیست که از کسی من غیبت کرده باشم. بشنو ای موسفید عزیز، شیخ خالد میگوید هرگاه کسی نزد علامه شنقیطی رحمه الله غیبت می کرد می گفت من پیر شدم، حسناتم و نیکیهایم بسیار اندک است، خواهش می کنم که ثوابهایم مرا به دیگران ندی. موسفید عزیز تو در مجلس نشستید و خوشحالی که گپ و شپ هست و ساعت تیر است و دیگران غیبت می کند و از او طرف در حساب بانکی دیگران که از او غیبت می شود نیکی های تو به او حواله است. هیچی برای تو باقی نمیمونه، هیچی برای تو باقی نمیمونه.